سلام امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه بنده محمد شهنواز هستم مدرس سلفژ و صدا سازی آرزوی سلامتی میکنم برای عزیزانی که دست به دست هم دادن تا این برنامه زب و خدمت حضور و شما اجرا بشه قبل از اینکه وارد جلسه شیشممون بشیم خواهش میکنم که کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم فعال کنید که هر فیلمی آپلود شد شما در جریان قرار بگیرید و با هم باشیم دوستتون دارم با ما همراه باشید خب در این قسمت از برنامه ما میخوایم بریم سراغ شناسایی گام ها انواع گام ها و اینکه ما این همه داریم میگیم که آقا محدوده صدای خودمون رو بشناسیم توی چه گامی ما بهتر میتونیم رنگ صدامون رو نشون بدیم ما دو دسته گام داریم در این قسمت از کار ما میخوایم فقط روی همین دو قسمت زوم کنیم گام های ماژور و گام های مینور ابتدا گام های ماژور رو میخوام خدمتون بگم ما میگیم توی کدوم گام تمام نوت ها به هستن به یعنی اینکه هیچ علامت دیز و بمولی روشون وجود نداره روی نوتها در گام دو ماجور تمام نوت های ما به کار هستن یعنی دو ر می فا سو لا سی دو یعنی یک اکتاو رو اگر در نظر بگیریم تمام نوت هامون به هستن و بهش میگیم گام دو ماجور. اما مسئله ای که میتونه ذهن ما رو مشغول کنه به خودش اینه که ما چطور میتونیم به گام های دیگه دسترسی داشته باشیم و بتونیم شناساییشون کنیم نوت ها رو ما یک فرمول توی گام های ماژور داریم که در اصطلاح میگیم فواصل نوت ها در گام های ماژور به یک شکل ثابت هستند اگر ما ب... در نظر بگیریم دو ر می فا سو لا سی دو بین دو و ر چند پرده فاصله است طبق همون الگوریتم که قبلا توضیحش داده بودیم یک پرده فاصله هست بین ر و می چند پرده فاصله هست یک پرده فاصله هست بین می و فا چند پرده فاصله هست نیم پرده به خاطر اینکه هیچ کلاویه مشکی بینش وجود نداره یعنی دیزو به بین می و فا وجود نداره بین فا و سل چند پرده فاصله هست یک پرده سل و لا یک پرده لا و سی دوباره یک پرده بین سی و دو نیم پرده وجود داره یعنی بین سی و دو هم هیچ علامت دیز و به مولی وجود نداره با ما همراه باشید حالا اگر ما بخوایم یک قانونی رو طراحی کنیم برای این موضوع میگیم فواصل نوت ها در گام های ماجور میگیم یک 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 دوم یک 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 دوم فواصل نوت ها به شکلی که خدمتون داره نمایش داده میشه یک 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 دوم یک 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 دوم اگر ما بخوایم به گام بعدی دسترسی داشته باشیم و نوت هاشو شناسایی کنیم تتراکورد اول و تتراکورد دوم رو جدا می کنیم یعنی چهار تا نوت اول و چهار تا نوت دوم رو جدا می کنیم و شروع می کنیم ابتدای گام از چهار تا نوت بعدی یعنی سول لا سی دو رمی می فا سول. یعنی این میشه گام بعدی مادر ما در ماژور سو، لا سی دو ر می فا سل. یعنی گاممون هم هست چی سول ماژور حالا اگر بخوایم همون قانون یک 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 دوم یک 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 دوم رو توش اجرا بکنیم میگیم بین سل و لا چند پرده فاصله هست یک پرده بین لا و سی چند پرده فاصله هست یک پرده بین سی و دو چند پرده فاصله هست نیم پرده تا اینجای کار همه چی مثل قانون اصلیمون داره پیروی میکنه یعنی یک 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 دوم ادامه میدیم بین دو و ره چند پرده فاصله هست؟ یک پرده بین ره و می چند پرده فاصله هست؟ یک پرده بین می و فا چند پرده فاصله هست؟ نیم پرده در صورتی که ما طبق قانونمون باید اینجا فاصلمون یک پرده کامل باشه تنها راهی که میمونه اینه که ما میتونیم به فامون یک علامت دیز اضافه کنیم یعنی نیم پرده فا رو ببرین جلوتر تا فاصله می و فا دیز یک پرده درست بشه بین فا دیز و سل چند پرده هست؟ نیم پرده کاملا درست شد و همه چی سر جای خودش قرار گرفت کافیه درگام گام سل ماجور فا رو دیز کنیم تا به قانون ماجور دسترسی پیدا کنیم و همه چی سر جای خودش قرار بگیره به اصطلاح میگیم در گام سل ماژور فقط فادیزه ما بقیه نوت ها به کار هستند سفن به همین ترتیب ما ادامه میدیم توی گام سل ماژور تتراکورد اول و تتراکورد دوم رو جدا میکنیم میرسیم به چه گامی؟ گام ر ر می فادیز در اصطلاح دیگه فادیز از این به بعد ما اسمش رو میذاریم دیگه فا به کار نداریم ر می فادیز دیز سولا سی دو ر می دوباره قانون یک 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 دوم یک 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 دوم رو میخوایم اجرا بکنیم بین ر و می چند پرده فاصله است؟ یک پرده بین می و فادیس چند پرده فاصله است؟ یک پرده بین فادیس و سل نیم پرده قانون تا اینجا کاملا سر جای خودش هست یک 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 دوم بین سل و لا چند پرده فاصله است؟ یک پرده لا و سی یک پرده سی و دو نیم پرده در صورتی که ما باید یک پرده تمام داشته باشیم تنها راهی که میمونه اینه که به نوت دومون یک علامت دیز اضافه میکنیم تا بین سی و دو دیز یک پرده کامل رعایت بشه بین دو دیز و ر چند پرده فاصله است نیم پرده قانون پاورجاست یک 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 دوم یک 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 دوم به اصطلاح میگیم در گام رماجور فا دیز و دو دیز هستند ما بقیه نوت ها به هستند با ما همراه باشید خب واسه اینکه خیالتون راحت بشه یک مرحله دیگه ادامه میدیم با هم دیگه تتراکورد اول و تتراکورد دوم رو از همدیگه جدا میکنیم میرسیم به گام لا ماجور یعنی لا سی دو دیز ر می فا دیز سول لا به اصطلاح میگیم در گام لا ماجور دو دیز و فادیز بدی هستند. میخوایم ببینیم که مابقی سر جای خودشون هستن طبق قانون یک 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 دوم یک 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 دوم یا خیر بین لا و سی چند پرده فاصله هست؟ یک پرده بین سی و دو دیز چند پرده فاصله هست؟ یک پرده بین دو دیز و ر چند پرده فاصله هست؟ نیم پرده قانون تا اینجا پاورجاست یک 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 دوم بین ر و می چند پرده فاصله هست؟ یک پرده بین می و فادیز چند پرده فاصله است یک پرده بین فادیز و سل چند پرده فاصله هست نیم پرده در صورتی که ما باید یک پرده تمام داشته باشیم تنها راهی که میمونه اینه که به سلمون دیز میدیم تا فاصله فادیز تا سل دیز یک پرده تمام بشه بین سول دیز و لا چند پرده فاصله هست؟ نیم پرده قانون باورجاست یک 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 دوم یک 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 دوم به اسطلاح میگیم در گام لا دو دیز هست فا دیز هست سل هم دیز هست ما بقیه نوت ها به کار هستند این فرمول رو انقدر ادامه میدیم تا دوباره برمیگردیم به حالت اینکه همه نوت هامون به کار میشن فکر می کنم دورش تقریبا 13 دور طول میکشه تا دوباره برگردیم به گام دو ماجور. دوستتون دارم با من همراه باشید اما میخوام بریم سراغ گام های مینور گامی که ما فارسی زبان ها خیلی باید سر و کار داریم خیلی دوستش داریم اکثر کارهایی که داریم میسازیم و میشنویم در گام مینور ساخته میشن و بلد میشن دقیقا طبق فرمول، ماژور ما توی مینور هم یک فرمول خاص خودمون رو داریم یعنی دو راه وجود داره برای دسترسی به گام های مینور ابتدا میخوام ببینیم توی گام مینور کدوم گام هست که تمام نوت هامون به کار هستند و هیچ علامت دیز به بمالی توش وجود نداره گام لا مینور رو انتخاب میکنیم گام لا مینور لا سی دو ر می فا سل لا تمام گام ها تمام نوت ها ببخشید تمام نوت ها در گام لامینور به کار هستند و هیچ علامت دیز و بمولی روشون وجود نداره حالا میخوایم ببینیم که فرمول عددی گام مینور چی چی هستش تا بتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم بین لا و سی چند پرده فاصله است یک پرده بین سی و دو چند پرده فاصله است نیم پرده بین دو و ر چند پرده فاصله است یک پرده بین ر و می چند پرده فاصله است یک پرده بین می و فا نیم پرده بین فا و سل یک پرده بین سل و لا یک پرده به اصطلاح میگیم یک یک دوم یک 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 دوم یک یک دقیقا طبق همون فرمولی که ما تمام گام های رو بهش دسترسی پیدا کردیم توی همین موضوع مینور هم اتفاق میفته ما تتراکورد اول و تتراکورد دوم رو جدا میکنیم میرسیم به گام می مینور یعنی اگر تتراکورد اول و دوم رو جدا کنیم تتراکورد دوم رو ابتدا بنویسیم میشه می فا لا سی دو می و حالا میخوام ببینیم که آیا قانون یک یک دوم یک 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 دوم،, یک دوم یک یک توی این گام رعایت شده یا خیر با هم دیگه مرورش میکنیم بین می و فا چند پرده فاصله هست؟ نیم پرده در صورتی که باید پرده اولمون یک پرده تمام باشه تنها راهی که میمونه اینه که به فا علامت دیز رو اضافه میکنیم نیم پرده میبریمش جلوتر بین می و فا دیز چند پرده فاصله هست؟ یک پرده بین فا دیز و سل چند پرده فاصله هست؟ نیم پرده بین سل و لا یک پرده بین لا و سی یک پرده بین سی و دو نیم پرده بین دو و ره یک پرده بین ره و می یک پرده قانون پاورجاست یک یک دوم یک یک دوم یک دوم یک یک تن اتفاقی که افتاد ما به فا دیز رو اضافه کردیم با ما همراه باشید میریم سراغ گام بعدی این قانون رو انقدر ادامه میدیم تا دوباره برسیم به گام لامینور من یک بار دیگه این رو تکرار میکنم واسه این که خیالتون راحت بشه که این قانون همیشه پا ما اگر تتراکورد اول و تتراکورد دوم رو در گام میمینور جدا کنیم میرسیم به گام سی مینور سی دو ر می فا دیز سو لا سی بین سی و دو چند پرده فاصله هست؟ نیم پرده در صورتی که باید یک پرده تمام باشه تنها راهی که هست اینه که ما به دومون دیز میدیم تا بتونیم یک پرده تمام رو بین سی و دو دیز رعایت کنیم سی بین سی و دو دیز چند پرده فاصله است یک پرده بین دو دیز و ره نیم پرده بین ر و می یک پرده بین می و فا بین می و فا دیز یک پرده تمام بین فا دیز و سل نیم پرده بین سل و لا Uh, یک پرده بین لا و سی هم یک پرده قانون پاورجاست یک یک دوم یک 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 دوم یک یک تن اتفاقی که افتاد دو هم دیز گرفت فا هم که طبق گام قبلی دیز رو داشت دو دیز فا دیز گام سیمینور هستش با ما همراه باشید اما الان یه ده هستن که میگن آقا خیلی سخت شد ما اگه بخوایم این قانون رو توی هر دو تا گام بخوایم رعایت کنیم و حفظش کنیم خیلی سخت میشه برامون یک راه دیگه میون وجود داره برای دسترسی به گام مینور ما میگیم اگر گام های ماژور رو حفظ بکنیم ما گفتیم در گام دو ماژور تمام نوت ها به کار هستن اگر یک و نیم پرده به عقب برگردیم یا فاصله پنجم خود دو رو در نظر بگیریم میرسیم به نوت لا در اصطلاح میگیم هر گام ماژوری که وجود داشت اگر یک و نیم پرده ازش بیایم عقب مینور همون گام هستش و همون نوت ها به همون شکل وجود دارن که در گام ماژور بودن تنها فرقش اینه که یک و نیم پرده اومدیم عقب و اسم مینور رو به خودش میگیره خب خیلی خوشحال شدم که در خدمتون بودم خواهش میکنم این جلسه رو حتما جدی بگیرید و حفظ کنید تمام گام ها رو تا بتونیم در ادامه اتفاق خوبی رو رقم بزنیم قبل از اینکه با هم دیگه خداحافظی کنیم خواهش میکنم کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید زنگوله و قلبش هم فعال کنید تا جلسه بعدی به محض اینکه آپلود شد شما در جریان قرار بگیرید و با ما همراه باشید دوستتون دارم زیاد به چشماتون میاد خدا نگهدار